اما الان که قسمت های جذابمون و اونم خوانندگانی هستند که از نظر شما سه ستاره تلویزیون در سال 94 بودن، یعنی خواننده هایی که کارشون شما دوست داشتین و دلچسب بوده براتون. تیزرشون رو با هم تماشا کنیم، برمیگردیم، دعوتشون میکنیم و شما تماشاشون میکنید. خواننده های تیتراژ های تلویزیون در سال 94، میثم ابراهیمی. یکی همیشه هست که عاشق منه، احسان خواجه امیری. هر شب دلم دریای آتیشه از این وطن. علی زنده وکیلی. روز جداییت مرا. رضا صادقی. اگر این درد به دری را نپذیرم چه کنم. سالار عقیلی. ایران فدای اشک و خنده تو. علیرضا قربانی. ای لحظه ناب ازل آینه دیدار. رضا یزدانی. هر مرتبه دروغ گفتی دیوار. مهدی یغمایی. من عاشقت شدم با تموم قلبم. با تموم. سه ستاره. خب صدای رضا عالی، خیلی خوب، خیلی خوب. صدای رضا تو آنتن نیومد. دست 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 دست. خیلی خوب. چند تا قسمت جذاب مونده، مهمونا بودن، بازیگرای زن و مرد تلویزیون هم باقی، اما فعلا ماجرای خواننده هاست. ببینیم که خواننده که بیشترین رأی از طرف شما داشته در سال 94 تلویزیون چه کسیه که منتظر هستیم که در واقع این ارتباطی که دقیقه 90 هم برقرار شده قبل از برنامه رو برای ما اعلام بکنن. ببینیم، در خدمتیم. محمد هستم از اصفهان. از اصفهان. عرض کنم که در بخش انتخاب بهترین خواننده تیتراژ تلویزیون سال 94 با توجه به آقای مردمی در برنامه سه ستاره، آقای احسان خواجه امیری صحبت اکثر آرا و به عنوان برگزیده مردمی اعلام می‌کرد. آقای خواجه امیری دم شما گرم، من خودم هم به شما رأی دادم. صفای شما. احسان خواجه امیری. دیگه نکنید دیگه. آقا مبارک باشه. مخلصیم. احسان عزیز. احسان جان. خب جایزه شونو که میدن، تندیسشونو بفرمایین. سلام عزیزم. شبتون بخیر. خیلی ممنون شما. خدمت شما. این امکان برای اول مردم، بعد هنرمند صاحب اثر، چون شماها رأی دادین که اتفاق افتاده. خودتون معرفی کنید. خواهش می‌کنم. من ابراهیم سلطان محمدی هستم، در خدمتتون هستم. کارتون چیه قربان؟ من نیروی بخش خصوصی بانک کشاورزی هستم. بانک کشاورزی. خیلی خوب. چرا به احسان خواجه امیری رأی دادید؟ به دو دلیل. یکی اینکه من احسانو خیلی دوست دارم. من حالا اینو جدی دارم میگم، بعد از اورا که محیط کار میام خونه، چون حالا آخر سال که میشه فشار کار ما خیلی زیاد. یه جوری گفته انگار میشناسی سال هاستا. نه خود دوستش دارم. آها دوستش دارم. آره. من میگم رفتم فامیلش رو بردم. نه نه. بعد واقعا صدای آرامش بخشی داره. یعنی واقعا من بعد از اورا اینو جدی دارم میگم، حالا چهره تو چهره هم داریم نگاه میکنه. یعنی واقعا انقدر صداش آرامش داره، یعنی من واقعا یعنی اون خستگی کار، یعنی همه چی از بدن من بیرون میره. یه دلیل دوم؟ دلیل دوم اینه که تیتراژ برنامه موصل خونده من خودم. یعنی یکی از واقعا برنامه‌ای بوده که تابلو بچه‌های خودم. خب نه نه، من واقعا دارم میگم، من واقعا کسی هست که برنامه موصل خیلی دوست داشتم، تیتراژش فوق‌العاده بود.
توی ماهی که همه دنبال معنویت و این چیزا هستن، صدای احسان با اون آرامشش واقعا یه چیز فوق العاده بود. بسیار. خیلی به دل نشست، خیلی هم دوستش دارم. مبارک باشه، ان شاء الله. نمیتونی اینقدر دوستش تو رای دادی، بقیه هم تو خانواده همینطوری بودن؟ من و خانومم دیگه، بچه‌ها کوچیک، شما و خانومتون بچه‌ها کوچولو هم دیگه. خیلی خوب، بسیار، خیلی ممنونم از ما. میتونی بخونی کارشو؟ من خیلی دوست داشتم ولی نه متاسفانه آمادگی نداری. آره، ان شاء الله کنسرت تو خدمتتون باشه. ان شاء الله. آقا مخلصی، خیلی خوش، خیلی لطف کردی، قربون شما. سلفی با احسان. آها، مرسی. یه آیتم بله احسان جون، مرسی، ببخشید. این قولی که ما به مردم دادیم دیگه، من نیستم، از خودشون میگیرم. آقا مخلصی، خیلی لطف کردی، خیلی خوش اومدید، قربون شما، زنده باشی. مخلصیم، سلام برسوی خونه مادر. احسان جان، تندیس سه ستاره مردمی، این عزیزی که اینجا اومدن به نمایندگی از کسایی بودن که به شما رأی دادن، خیلی اتفاق خوبیه، میدونم خیلی جذابه برات. با مردم صحبت کن، تندیس سه ستاره از آن شماست. خب سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان گلم، هموطنان عزیزم، هر کجا که هستن. این هدیه چقدر سنگینه. این مشکلی که امشب همه مهمونا دارن، سبک بود میگفتین چرا سبکه، سنگینه میگین چرا سنگینه. این هدیه واقعا برای من یکی از با ارزش ترین هدیه هایی که تا به امروز گرفتم بدون هیچ تعارفی. دلیلش هم اینه که حضور پرشور هوادارامو خیلی لمس کردم توی این قضیه برنامه امسال سه ستاره. خب من پارسالم کاندید بودم، اول شدم فکر می‌کنم، اگر اون برای تاریخ شبکه 3 بود، 20 سال شبکه 3 بود. بله. ولی این برام خیلی با ارزش تر امسال، چون دیگه اینقدر روزهای آخر حساسیت بالا رفته بود، من کامنتای پر مهر هوادارامو که میخوندم دیدم به چه زحمتی دارن رأی جمع میکنن، به همه کامنت میدن که بیاین رأی بدین. واقعا از همه تون صمیمانه سپاسگزارم، عاشق تک تکتون هستم، دست تک تکتون رو میبوسم، خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم از اینکه شما رو دارم، میتونم افتخار کنم به وجود یکی یکتون که مثل کوه پشت من هستین و هوامو دارین. از همه تون ممنونم. خود به خود رأی دادی اصلا؟ حقیقتش هم با موبایل خودم هم با موبایل بابام، چون بلد نبود. هم بابا چطور حالش؟ خدا رضا مرتبه شکر خوب، خیلی خوبن. من جا دارم همینجای تشکر بکنم از خانواده عزیزم، همسرم، مادر عزیزم، پدرم، که واقعا تحمل میکنن منو. کار ما یه کاریه که خیلی خودت دیگه لمس کردی و کلی با هم از این استکاکام داشتیم، میدونی که چقدر کار پر استرسیه. بله. و واقعا خانواده های ما خیلی خانواده هایی هستن که واقعا از خود گذشتگیشون خیلی زیاده. یه ویدئوی تو اینترنت ازت دیدم، تو اینستاگرامت داری یواش یواش خودتو بابا کلاس آواز گذاشته واسه پسرتا. بابا دیدم من... داره چهچه میزنه. چقدر چه چند سالشه؟ 3 سال؟ الان نه، 1 سال, سال و 9 ماه. 2 سال دیگه تقریبا، نزدیک 2 ساله. داشت چهچه میزد. بابام تنارضی چنه که خواننده شه. حرفه خانوادگی ادامه بده. بعد خوبه دیگه، تو استاد داره، هم باباش هم بابا بزرگش دیگه. خواننده نشه مهمه به نظرم. من که بهش پیشنهاد میکنم بره دنبال شغل آبرومند. نه این واقعا جز حالا یه حرفه و یک شغلیه که حالا شغل نمیشه اسمش گذاش. بعضی موقع ما در واقع ماجرای هنریمون یکی از دردای بزرگمون همینه. خیلی از هنرمندا، خیلی از طایفه و تبار هنرمندا این گله رو دارن. تو کشور ما حتی شغل محسوب نمیشه، حرفه محسوب نمیشه و این خیلی ناراحت کننده است. اما وقتی آدم میتونه دایره نفوذش و تأثیرش در اذهان، در روح آدمو اینقدر گسترده باشه، این بی‌نظیره، این یه نعمته، این یه موهبته که خدا در دل کسی میذاره، در حنجره کسی میذاره. اینکه آدم چجوری ازش استفاده کنه، این خیلی امتیاز داره. که این روزا من همیشه میگم، میگم باید ذره مراقب گوشامون باشیم، هر چیزی رو گوش نکنی. و از اون ورم هنرمندای شبیه تو، خواننده ها، موزیسین ها، اونا بذار حواسشون به گوش مردم باشه. یعنی من نمیگم هنرمند باید اصلا خلاق باشه، سلیقه بسازه، ذائقه بسازه، اما هر چیزی رم ساختن ممکنه که یه ذره این ذائقه شنیداری مردم رو دچار تغییر بکنه و اصلا اتفاق خوبی نیست. اون که اصالت داره، هنری که اصالت داره، محتوا داره، فحوا داره، پیام داره، من نظرم بی‌نظیره. ان شاءالله تو همین مسیر قدم برداری همیشه. تلاشمو کردم همیشه. حتما این بوده که الان انقدر مردم تو رو دوست دارن. ماجرای رقابت تو با صادرم چیز عجیبی شده بود. خیلی حساس شده. آره بودم. آره، روزهای آخر یادم تو آخرین برنامه سه ستاره که ما رفتیم اواسط اسمند رو آنتن، یعنی یه جایی شده بود که شما فاصلتون 1000 تا 2000 تا 500 تا، بعد رو آنتن که اتفاق افتاد، تو البته تو برنامه میومدی که نیومدی به خاطر اینکه گرفتار
کسالت بابا بودی بیمارستان بودی یادم نتونستی پیش ما بیای، برای همین اصلا من تا یادم نرفته میخوام یه تشکر بکنم. اگر این جایزه امروز من اومدم اینجا و گرفتمش، مطمئنن کسانی بودن حمایت کردن از من که من امروز به اینجا برسم. میخوام تشکر بکنم از چند تا هنرمند خیلی دوست داشتنی که تو این سالا بیشترین زحمت رو داشتم براشون. از شاعرای خوب شروع میکنم، از دکتر افشین یدالله‌ای که خیلی برای من زحمت کشیده، از اهورا ایمان عزیز، از روزبه بمانی که پیش فکر میکنم بیشترین تعداد کار رو با هم داشتیم. همین کار خوبی که امسال به عنوان بهترین سال بهترین ترانه برگزیده 94 انتخاب شد، شعر روزبه عزیز بود. یه خودم با من قهره، امیدوارم که فردا زنگ بزنم از دلش در بیارم. آره من عادت داره با هم قهره. میخوام تشکر بکنم از آهنگسازای خیلی خوبمون که خیلی برای من زحمت کشیدن. دوست خیلی خوبم علیرضا کهندری عزیز، از مهداد نصرتی عزیز، از علیرضا افکاری دوست داشتنی نازنین که بهترین کارا رو برای من ساخته. آلبوم جدید منم که انشالله سال 95 قرار منتشر بشه، تقریبا تمام کاراش توسط علیرضا افکاری ساخته شده. از تنظیم کننده خوب عمر نامداری که این تنظیم زیبای این کارو انجام داده بود و خیلی دوست عزیز منه. دیگه یه ذره کمک کن به من. من یه پیشنهادی میکنم. یه کاری میخواد به ما هدیه بده احسان، داغ داغم هست. راجعش میخوام برامون حرف بزنه. تا حالا کسی شنیده؟ نه. هیچ کس نشنیده. این هدیه احسان خواجه امیری در قلب برنامه سه ستاره به شما هاست که الان توضیح میده این کار چیه که داره برای اولین بار پخش میشه. بله، این کاری که قراره الان به سمع شما عزیزان برسه، تیتراژ سریال پریاس که قراره به زودی از شبکه 3 سینما پخش بشه. من از تهیه کننده محترم سریال جناب آقای عفیفه خواهش کردم که این کار اجازه شو بدن ما زودتر پیش کی قراره پخش بشه؟ والا از آقای مدیران محترم شبکه 3 بعد کارگردان آقای سهیل‌زاده. بله، آقای سهیل‌زاده عزیز که من قبلا هم یه کار خیلی موفق با ایشون داشتم، سریال آوای باران. امیدوارم که آوای باران بود که شد چیز، شد تیتراژ 20 سال شبکه 3. بله درسته که اون کار با علی کهندری انجام داده بود. بله، علیرضا کهندری که از موزیسین فوق العاده خوب کشورمونه. خب پس این کارو میریم میبینیم برای اولین بار. میگم برای اولین بار یاده برای آخرین بار میبوده کار احسان. بریم این کار رو با همدیگه تماشا کنیم. این مربوط به تیتراژ سریالی که قرار در ماهای آینده پخش، امیدوارم که خیلی هم خوب باشه و بگیره. با صدای احسان تماشا کنیم. من بهتون قول میدم ساعت 2 صبح، ولی من ولش نمی کنم تا برامون زنده بخونه، شک نکنید. بریم برمیگردیم. ترته همیخه تل من، تو دیدی که مردم چه کردم، تو پیش غرورم نشستی، تو زخمای قلبم رو بستی، تو زخمای قلبم رو بستی. شکل رفتن این روزگار منو تو گریه تنها نسار، منو پس آدم و پس بگیر، منو دست خودم نسپار، منو دست خودم نسپار. جز تو هیچکی مهربون نبود با هجوم این درد، زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد. من هنوز همون درد دیروزم، آدم همیشه، عشقی مثل من عاشقت نبود، عاشقت نمیشه.
که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره، از هر چی که میترسی اونو سرت میاره. صدا زدم دنیا رو، نفس کشیدم تو باد، هوای تو اینجا بود، منو نجاتم میداد. جز تو هیشکی مهربون نبود، آه هجوم این درد، زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد. من هنوز همون درد دیروزم، آدم همیشه، هیشکی مثل من عاشقت نبود، عاشقت نمیشه. یه چرت مکزیکی هم میزنن لای برنامه بچه ها. آقای خواجه امیری عزیز کار رو دیدیم، کار خوبی هم بود، ممنون از اینکه این هدیه رو تو برنامه ما به مردم دادی، ازت متشکرم، ولی تا زنده نخونی حق خروج از این استودیو رو نداری. چشم. من احسان جان تا یادم نرفته میخوام یه تشکر خیلی ویژه بکنم از همه همکارام که با هم در کنارم، ما اصلا هیچ رقابتی با هم نداریم، همه رفیقیم، از هنرمندای خیلی خوبی که توی نظرسنجی بودن. شاید یکی از بخشایی که خیلی حساس کرده بود این جایزه رو برای من، این هدیه زیبا رو، حضور این هنرمندای خوب بود. آقای علیرضا قربانی که من خیلی ایشونو دوست دارم، هنرمند خیلی خوبه، ماه سالار عقیلی، رضا صادقی نازنین، و افتخاری بود در کنار علی زنده وکیلی و همه عزیزان، واقعا مهدی عزیز، مهدی یغمایی، میثم ابراهیمی، رضا یزدانی، واقعا افتخاری بود برای من در کنار این دوستان. اتفاقی افتاد تقریبا اینجوریه، حالا من رأی رو نشون میدم که دقیق مردم ببینن، چون خیلی رأی دادن باید حتما تماشاش کنن. اینه که تو در حوزه حالا بیشتر رأی رو داشتی و این اتفاقا دیگه روزه آخر خیلی نفسگیر شده بود این رقابته. حالا بخوایم تقسیم بندی کنیم تو حوزه موسیقی پاپ، از اون ورم سالار عقیلی با اون کار ایرانش که حتما پخشش میکنم برای همه کلیپش هم ساختیم، تو حوزه موسیقی سنتی و کلاسیک در واقع حائز این رتبه شده که اینم خیلی امتیاز بزرگیه. ما چون تنوع کار تو اون دو تا حوزه خیلی نبود، بهتر و حرفه‌ای‌ترش این بود که این دو تا حوزه رو جدا می‌کردیم، اما چون تنوع کار کمتر بود برای همین وارد این فضا شد. این نگاهی بود و نقدی بود که آقای قربانی هم داشتن و کاملا هم درست بود. بخونید برام قربان. چی می‌خونی برامون؟ من یه دو بیت می‌خوام از عارف قزوینی در وصف بهار بخونم. امیدوارم که خوب بشه، چون سازی هم نیست که من بخوام کوک بگیرم. بهار دل کش رسید، بهار دل کش رسید، دل به جان باشد. از آن که دل برداری به فکر ما نباشد، در این بهار ای سرم پیاوشتی کن، که جنگ و کین با منه، که جنگ و کین با منه، از این روا نباشد. آه
ببخشید دیگه خیلی عالی خیلی بداهه عالی میدونم تو خیلی متناسب با حست و حالت و انرژیت میخونی، شک ندارم که اگر اینجا خوندی به خاطر اصرار و اجبار من نبود، به عشق مردم خوندی، مطمئنم روز سختی هم داشتی پر از استرس و اینال بی نظیر خوندی. ممنونم ازت، چه انتخاب خوبی کردی برای این لحظه. آفرین. ممنون از تو. من خیلی دوست داشتم توی این لیست دکتر محمد اصفهانی هم بودن چون خواننده مورد علاقه من هستن. امسال کاری نداشتم برای تلویزیون، من هم خواستم اینجوری بگم خواننده مورد علاقه هم کیه. ممنونم از تو، از همه عزیزان، از مدیران محترم سیما بابت این هدیه ارزشمند که واقعا میتونم بگم یکی از با ارزش ترین هدیه هایی است که تا به امروز دریافت کردم، به خاطر اینکه همش به خاطر زحمت های خوب هواداران بوده و از همشون قدردانم. خدا را هزار مرتبه بابت داشتنشون شکر میکنم. مرسی از تو. خیلی مخلصی، قربون شما. بدرقه میکنیم احسان عزیز رو، میدونم که گرفتاری مشغلم زیاد داشت. احسان جان خیلی لطف کردی، قربونت دارم، خوشحال شدم. ممنونتم، سلام برسون. دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغضم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه، دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست، که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه یه وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.